به نام خدا. سلام، با طراحی سایت در خدمتتونیم. ما توی جلسه های قبلیمون تقریبا آشنا شدیم با سایتمون. حالا توی این جلسه همونطور که عرض کرده بودم میخوایم بازدید مطالبمونو که اول از همه مقدار پیشفرضش رو صفر گذاشتم، توی این جلسه مقدار پیشفرض بهشون که صفر بود رو تعویض کنم با تعداد بازدیدی که تقریبا هر بار کاربر اونو میبینه، عدد یکی اضافه میشه. ما برای اینکه بتونیم این افزایش بازدید مطالب رو داشته باشیم و کلن یه دونه کد بنویسیم واسه این کارمون، نیاز داریم که توی دیتابیسمون دوتا کوئری تعریف کنیم برای جدول نیوزمون. یکی این که ما باید تشخیص بدیم که این خبر کدوم آیدیه، یعنی این مطلب چه آیدی داره. اول آیدی رو تشخیص بدیم با استفاده از کوئری استرینگ. با استفاده از این متد کوئری استرینگ ما تشخیص میدیم آیدیمونو که آیا 1, 2, 3 نیوز آیدیش چنده، و بعدش با استفاده از یک کوئری دیگه این افزایش رو روی اون نیوز ویزیتد داریم. در واقع یه دونه پارامتر خواهیم تعیین میکنیم به نام تعداد ویزیت ها، و اونجا افزایش یه دونه یه دونه داریم که اون هم توی کوئری دیگه تعریف میکنیم، و بعد از اینها ما کدمون رو مینویسیم. اما قبل اینکه شما بخواید با این کد آشنا بشید و این کوئری رو تعریف کنید، شما باید با کوئری استرینگ آشنا بشید. کوئری استرینگ که ما میخواییم ازش استفاده کنیم برای بازدید مطالب سایتمون، یکی از روش‌های معمول برای انتقال اطلاعات بین یک یا چند صفحه هستش. انتقال اطلاعات از طریق URL صورت میگیرد. در واقع URL آدرس سایتیه که توی سایت بار، یا بهتر بگم توی همین نوار آدرس قرار میگیره. کوئری استرینگ بخشی از آدرس URL. برای مثال google.com/search_q=ایران. میبینید که جلوی پارامتر Q ایران قرار داره. این ایران کوئری استرینگ من اینجا هستش. یا به فرض عکسی که میبینید، ما توی گوگل سرچ کردیم asp.net کوئری استرینگ. این کوئری استرینگ من توی آدرس URL asp.net به اضافه کوئری به اضافه استرینگ هستش که جلوی کیو مساوی قرار داده شده. حالا به فرض من میام این آدرس رو، همین آدرس google.com سرچ کیو ایران رو سرچ میکنم توی اینترنت تا ببینید این مقدار کوئری استرینگ به چه صورت عمل میکنه. اگر من این کوئری استرینگ ایران رو توی پارامتر کیو google.com بذارم، ملاحظه میکنید که ایران رو نتیجه جستجوهاشو گوگل برای من میاره. ما هم تقریبا حالا به همین شکل میخوایم از این کوئری استرینگ استفاده کنیم و برای سایتمون تعداد بازدید مطالب تعیین کنیم. پیست اند گو google.com سرچ علامت سوال کیو مساوی ایران. خب الان سرچ کیو ایران، ملاحظه میکنید که کوئری استرینگ ایران من سرچ شد. خب حالا با این قضایی کار خاصی نداریم، میریم سراغ کار اصلیمون. اینا رو میبندیم، وارد محیط ویژوال استودیو میشم.
توی این جلسه ما قصد داریم تعداد بازدید هر مطلب رو برای سایتمون کدنویسی و پیاده سازی کنیم. در واقع میخوایم هر دفعه که صفحه خبر باز میشه یه دونه به تعداد بازدیدها اضافه بشه. حالا اگر بخوایم این اتفاقا بیفته باید اول کوئری بنویسیم. این دیتابیس من بود و جدول های من اینجاست. جدول نیوز من. اما کوئری های جدول نیوز من توی APP کد هستن که دیتا ست اون به نام news.xsd ذخیره شده. بازش میکنم. خب ملاحظه میکنید که اینجا متد هایی داشتیم و الان باید یه متد بهش اضافه کنیم. این متدی که داشتیم فیلال نیوز بود که همه رو نشون میداد دیلیت بودش و همه مدل داریم. حالا برای اینکه بازدید هامو بتونم نشون بدم یه متدی میخوام که یه دونه به تعداد بازدید هام اضافه کنه. میخوام متدی رو بنویسم که یه دونه به تعداد بازدید هام اضافه کنه. میام روی TBL News Table Adapter Add Query رو میزنم. Use SQL Statements وضعیت SQL انتخاب میکنم و اینجا گزینه Update رو انتخاب میکنم. چرا Update رو انتخاب کردم؟ من میخوام افزایش یه دونه داشته باشم، یعنی مقدار قبلی که دارم رو بهش افزایش بدم، یعنی اون مقدار رو آپدیت کنم، به روز رسانیش کنم. لذا از آپدیت استفاده کردم. نکست میکنمش. حالا که از نوع آپدیت هستش میگم که چه چیزی رو باید آپدیت کنه. اینجا ما همه رو داریم که این اشتباس، همه رو نمیخوام. پس میام روی کوئری بیلدر که یه کوئری بسازم. حالا من میخوام ببینم که چه چیزی رو آپدیت کنمش. من میخوام نیوز ویزیتد رو آپدیت کنم. پس نیوز تایتل رو نمیخوام، نیوز دیسکریپشن رو نمیخوام، نیوز دیت رو نمیخوام، نیوز ویزیتد رو میخوام، بقیهشون رو نمیخوام. خب نیوز ویزیتد رو میخوام به روز رسانیش کنم. میام اینو میذارم بیام پایین تر و اینو ببرم بالاتر. میام توی قسمت نیو ولیو و برای نیو ویزیتد می نویسم نیو ویزیتد و اضافه 1. یعنی هر بار به این نیو ویزیتد من یه دونه اضافه کن. حالا کد من چی شد؟ آپدیت میکنه جدول نیوز رو و ست میکنه نیو ویزیتد منو با نیو ویزیتد به اضافه 1، به شرطی که ور نیوز آیدی من مساوی باشه با اورجینال نیوز آیدی. اوکی رو میزنم و این کوئریم درست هستش. کد نویسیش در چه نکستش میکنم. اسمی که میخوام براش انتخاب کنم نیوز ویزیتد آپدیت هستش که به صورت اختصاری مینویسم NVU نیوز ویزیتد آپدیت و نکست میکنیم که بسازتش و در نهایت هم فینیش. کوئری من ساختش. این اولین کوئری بود که من ساختم. حالا بریم سراغ کوئری بعدی. میخوام یه متد دیگه اضافه کنم به تیبل نیوزم. میام دوباره اد کوئری رو میزنم. از توی کلیک راست میکنم روی تیبل نیوز تیبل آداپترم. اد کوئری
use SQL statements و select which return a single value. چرا اینو زدم؟ میخوام یه مقدار ثابت داشته باشم. به من میخوام یه مقدار ثابت برگردونه، به خاطر همین select which returns a single value رو زدم. next رو میزنم. اینجا این کد که اصلا هیچی، کوئری بیلدر رو میزنم. خب new visited رو اول تیکش رو میزنیم، این news visited، این از تیکه اینو میخوام. بعد میام تیک نیوز آیدی رو هم میزنم. من با نیوز ویزیتد و نیوز آیدی کار دارم، پس اینا رو تیک میذارم. بعدش میام چیکار میکنم؟ خب کارم این با این مرحله تموم شد، این دوتا رو گذاشتم. حالا بیام ببینیم این ور چیه. این اوتپوت های من، میام تیک نیوز آیدی واسه اوتپوتش رو برمیدارم، چون نمیخوام تو خروجیم باشه نیوز آیدی. بعد میام این گروپ بایا رو پاک میکنم. حالا گفته چی؟ سلکت کن ستون نیوز ویزیتد رو از جدول تیبل نیوز. خب تا اینجاش درست. میام توی بخش فیلتر از نیوز آیدی، پوشش نیوز آیدی، توی بخش فیلتر نیوز آیدی می نویسم که نیوز آیدی مساوی باشه با news id @ news id news id @ news id. خب اینجا به من میگه where news id مساوی @ news id. حالا اینجا به من مقدار news id رو میده و من میتونم الان next بزنم. اوکی و کدم درست، حالا next میکنمش. اسمشو میذاریم چی؟ number of news visited، number of news visited. next میکنم و finish میذارم. خب دو تا query ساختم، یه دونه برای news visited update که هر بار اضافه کنه و یه دونه هم number of news visited که ID و تعداد هستش. حالا میریم به سراغ بخش کد نویسیم. ما میخواییم که در واقع وقتی که صفحمون باز میشه این کدهایی که قراره بنویسیم اجراشیم، پس من حتما باید توی لود پیج هم این کار رو بکنم. میام توی صفحه شو نیوزم، و یه بخش shownews.aspx.cs دوباره کلیک میکنم. همطور که ملاحظه میکنید توی بخش protected void page load object sender event arc e اینجا باید کدام رو بنویسم. به این قسمت میگن رویداد لود. در واقع ما هر وقت سایتمون لود میشه، زمانی که صفحه قراره لود شه این رویداد اتفاق میافته. خب چی بنویسیم الان اینجا؟
ما کدمونو اول باید با دسترسی به نیوز تیبل آداپتر شروع کنیم. پس من باید به این دیتا ست دسترسی داشته باشم. پس کدش رو می نویسم نیوز تیبل آداپترز دات تیبل نیوز تیبل آداپت. بعدش یه دونه متغیر تعریف میکنم به نام نیوز تیبل آداپتر. حالا ما یه بار چون NTA رو تعریف کردیم توی رخداد کلیک صفحه یادم یه بار تعریفش کردیم اینو حالا توی همون صفحه ادامه مطلب اونو تعریف کردیم واسه ساخت خبر. بعد توی صفحه ادمین تو ساخت خبر بود تا اونجایی که یادمه ما اینو تعریف کردیم. حالا الان وقتشه که بریم یه متغیر دیگه تعریف کنیم به نام NTB که حالا یه وقت این دوتا رو با هم دیگه شباهت نگیریم. پس اینو نیوز تیبل آداپتر و متغیرش رو تعریف میکنم و اینو جدید در نظر میگیرم نیو و تکرار نیوز تیبل آداپتر، تهشم پرانتز رو حتما درج میکنم. خب بعدش کد بعدی چیه؟ حالا ما باید ما اینجا باید از توی نیوز تیبل آداپترمون نیوز ویزیت آپدیت رو پیدا کنیم و توی اون دوتا کوئریمون رو درج کنیم، یعنی NID. و اینجا ما کار با کوئسشن استرینگمون، یا بهتر بگم ما اینجا با کوئری استرینگمون کارمون شروع میشه. فقط یه بحثی که هستش، ما به چه شکل کوئری استرینگ رو فراخونی میکنیم. فراخونی کوئری استرینگمون به این صورته که ما اولش ریکوست رو مینویسیم، ریکوست دات کوئری استرینگ، و اون چیزی که میخوایم نیوز آیدیمون به همون بده. پس به این صورت شد، مینویسم که حالا بهتر بتونید درکش کنید. اول میخوام، ریکوست میکنم، میپرسم از query string request.query string اون ایدیو. خب ما می نویسیم که request، این نحوه فراخوانی query string، می خوایم فراخوانی مقدار query string رو اینجا داشته باشیم. request dot query string چیو میخواد؟ کوئری استرینگ ما میزنیم نیوز آیدی. حالا قضیه این نیوز آیدی چیه؟ شما حضور ذهن اگه داشته باشین، ما یه ویو این بروزر میزنیم، ببینید ما توی این کوئری استرینگ سایتمون وقتی که می رفتیم توی ادامه مطلب هر خبری، یه عددی از اون آیدی توی آدرسمون می اومدش. اون عدد رو ما هر وقت بتونیم دریافت کنیم توی نیوز ویزیتت یه عدد اضافه می کنیم. در واقع اون کوئری استرینگ مربوط به اون آیدی هستش که نقش اضافه کننده رو برای ما ایجاد میکنه و ایفا میکنه این نقش رو. حالا الان ما سایتمون بالا میاد، وقتی میریم توی ادامه مطلب میبینید کوئری استرینگ من پارامترش 6 رو اینجا نشون میده. پس آیدی 6 من باید یه دونه اضافه بشه به تعداد بازدیدش. حالا اینجا یه اروری به ما داد، request.querystring.nid. اینو ما همینجوری نباید بنویسیم، اینو باید بندازم توی یه متغیری
که بعد فراخونیش کنم و بگم اضافه کن به این. میریم این کارو میکنیم. خب اینجا این رو من میریزم داخل رشته NID. string NID مساوی با این. خب ما الان آیدیمون رو ریختیم داخل این رشته. حالا این شد مقدار کوئری استرینگ آیدی. ما با استفاده از کوئری استرینگ NID رو به دست آوردیم. حالا میخوایم با استفاده از NID نیوز ویزیتد رو داشته باشیم. پس کدی که می نویسیم باید این باشه که من میخوام NID رو داشته باشم، به وسیله اون NID نیوز ویزیتد رو به دست بیارم. کد رو با استرینگ شروع میکنیم. یه دونه متغیر استرینگ می نویسیم، string مساویه string یه دونه متغیر چی بنویسیم اسمش رو می‌نویسیم، مثلا نیوز نامبر مساویه. اینجا من کوئری دومم رو باید به دست بیارم، یعنی همون نامبر آف نیوز ویزیتد. پس می‌نویسم که از توی نیوز تیبل آداپترم به من کوئری نامبر آف نیوز ویزیتد رو بده که اون میاد از NID تغذیه میشه. NID رو من اینجا رشته تعریف کردم، پس باید اینت باشه. میبینید خودش هم به من گفته، گفته که اینت table news adapter int news id. بعد حالا من حالا این news idم رو int در نظر میگیرم و می نویسم که int dot parse، یعنی رشته من رو تبدیل به int کن. چی رو؟ NID رو. و پرانتز ها رو میبند. اما این کافی نیستش، ما باید دوباره اینو تبدیل به رشته کنیم چون دوباره بهش نیاز داریم و برای نمایشش هم باید به صورت رشته اینو نمایش بدیم. پس یه تو استرینگ تبدیل به استرینگ انجام میدیم و حالا رسیدیم به مرحله آخرش. اینجا ما باید این نیوز ویزیتد رو با نیوز آیدی ادغام کنیم و بگیم که این نیوز ویزیتد آپدیت من این دوتا رو میگیره و اینها رو ما به دست میاریم و نتیجتاً به ما نشون میده تعداد بازدید. پس میگم که نیوز ویزیتد آپدیت رو چجوری بنویسم. مینویسم که نیوز تیبل آداپتر کلاس به کلاسه دیگه، اول کلاس اول می نویسم، بعد توی این کلاس نیوز ویزیتد آپدیت هستش. اشتباه نوشتم، نیوز ویزیتد آپدیت. که حالا توی این ما اون دوتا مقدار کوئری استرینگی که فراخوانی کردیم با استفاده از رشته های NID و نیوز نامبر، این دوتا رو اینجا باید فراخونیشون کنم. میام اولی رو می نویسم int dot parse، تبدیلش می کنم به int. چیو؟ نیوز نامبر رو. نیوز نامبرم رو اول از همه به دست میارم، یه دونه کاما می زارم و حالا میام آیدی رو به دست میارم. این هم می نویسیم چون رشته است، تبدیلش می کنیم به int با کد int dot parse و NID رو بهش میدم که اینجا میاد نیوز نامبر رو با نیوز آیدی ترکیب میکنه
و نتیجه رو که یه عدده به من میده. الان اینا رو ما از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ از کوئری استرینگ ها ملاحظه میکنیم. حالا الان یه چکی بکنم من دوباره ببینم مشکلی نداره. فکر میکنم کدم سالم باشه. میاد اینجا اول نیو استیبل آداپتر میگیره، بعدش کوئری استرینگ نیوز آیدی رو، بعدش میاد با استفاده از این نیوز آیدی نامبر رو فراخونی میکنه و در نتیجه میاد نامبر رو، یعنی نامبر نیوز آیدی رو به من آپدیت میکنه و میده. خب کنترل اس میزنم سیوش میکنم. من فکر میکنم که اینجا صفحمون باز باشه. بله یه رفرش میکنیم. حالا ادامه مطلب نیوز آیدی 6 و تعداد بازدید 1. خوبه دیگه، برمیگردیم دوباره صفحه اولمون، دوباره همین نیوز آیدی 6 رو میزنیم. تعداد بازدید 2. میام مطلب پنجم رو میزنم، ادامه مطلبش رو میزنم. تعداد بازدید 1. خب من میخوام حالا از موقعیت استفاده کنم، یه تقلبی هم بهتون یاد بدم. ما میتونیم تقلب کنیم توی نشون دادن تعداد بازدیدامون به این صورت که کجا نوشته بودم کدم رو؟ اینجا ببینید این کد HTML من توش قرار میگیره. اینجا کدای سی شارپ من، یعنی دو تا بخش کد نویسی داره، اینو حتما بدونید. حالا توی این بخش رویدادها من اینجا نوشته بودم نیوز نامبر من این بخشه، تعداد اصلی نامبرام. ما حالا اینو میتونیم بریم اصلا از توی همون بخش کوئریمون، توی همون بخشی که تو دیتابیس کوئری نوشته بودیم برای نیوز نامبه، از اونجا میتونیم به جای مثبت 1 بنویسیم مثبت 2، 2 تا 2 تا اضافه میشه. میتونیم بنویسیم مثبت 3، 3 تا 3 تا، یا میتونیم مثلا عدد خوب 4 یا عدد خیلی خوب 4 رو 4 تا 4 تا تعداد بازدیدامون رو اضافه کنیم. آره این 4 تا 4 تا فکر کنم خوب باشه. اما راه دیگه ای که میتونیم این کار رو باش بکنیم اینه که بیایم از همین بخش کدمون اضافه کنیم بهش. از کدوم قسمتش؟ من میتونم جلوی همین نیوز نامبرم یه دونه به اضافه 3 بزنم، به اضافه 3. الان من اینو بزنم 3 تا 3 تا بهش افزایش داده میشه. به فرض میام ریفرش میکنم و مثلا مطلب اینو الان من اینو بزنم باید 4 بده. یه دونه که خودش اضافه میکرد، 3 تا هم ما این ور بهش گفتیم. بله تعداد بازدید 4. مجددن اینو رفرش میکنم، الان باید 8 بده، بعدش باید 12 بده. دوباره رفرش کنم، بله یعنی به اضافه اون یه دونه که تو کوئری نوشتم 3 تا دیگه اینجا اضافه میکنم. حالا من میام اینو میکنم 10. ببینیم این دفعه تقلب ما چجوری میشه. میبینید 10 تا اضافه شد، 2 تا بود. حالا به فرض همون اولیه رو میریم 10 تا هم به این اضافه کنیم، شد 13. الان رفرش میکنم میشه 24، میشه 35. 11 تا اضافه میشه، یه دونه خود کوئری بود و 10 تا هم اینجا ما خودمون بهش گفتیم. این هم از تد. بذارید حالا من اینو بردارم. این تقلب اصلا کار خوبی هم نیست، ما همینجوری محض زیبایی بهتون یاد دادیم که کلا کار درستی هم نیستش. و
ممنون از توجهتون، منتظر فیلم های بعدی ما باشین. با این سایت حالا حالا ها کار داریم. خدا نگهدارتون.